شیطانی که دنبال روح انسان هاست و خودش رو توی قالب عروسکی پنهان میکنه. گلاسیا سلام، امروز براتون قسمت دوم فیلم آنابل یا کریشن رو آوردم که به معنی خلق شدنه. یکی از خفنهای سبک ترسناک و نسبت به نسخه قبلیش نمره خیلی بالاتری رو گرفته. داستان این نسخه هم برمیگره به قبل از نسخه قبلی، پس اگه اون قبلی رو هم ندیدید مشکلی نداره، اول این ویدیو رو تماشا کنید، آخرش نسخه قبلی آنابل هم بهتون معرفی میکنم که میتونید ویدیوش رو دوباره ببینید. بریم ما فیلم رو ببینیم. حواستون نسبت به کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به یه عروسک سازی میریم و با صاحبش به اسم ساموئل آشنا میشیم. ساموئل داره اولین عروسک خیلی خفنشو میسازه که قرار چند تا نسخه محدود ازش ساخته بشه. یه دفعه کاغذ زیر درش میاد که روش نوشته شده فایند می، منو پیدا کن. از در میاد بیرون و به خونه‌شون میره که همون نزدیکه. شروع میکنه به گشتن و کاغذ دیگه اونجا افتاده که نوشته بیا نزدیکتر. بعد پیدا کردن چند تا کاغذ دیگه روی یکیشون مینویسه پیدا کردم و کاغذ روی میز میذاره. یه دفعه بچه از پشت پرده میاد بیرون و کاغذ رو برمیداره. همین که میخونتش ساموئل میپره و بغلش میکنه. اسم این دختر بچه آنابل و مادرش هم میاد و با هم دیگه بازی رو ادامه میدن. شب هم موقع خواب مادر گرامافون تو اتاق بچه روشن میکنه و آهنگ مورد علاقهشو میذاره تا بتونه بخوابه. روز بعدی میره صبح وقت که خانواده میلان به کلیسا میخوان برگردن وسط راه ماشین پنچر میکنه. میزنن بغل و ساموئل میخواد لاستیکو عوض بکنه و مادر و بچه هم کنار ماشین وایسادن. یه دفعه یکی از مهره های چرخ پرت میشه وسط خیابون. آنابل دست مادرشو ول میکنه و میده وسط خیابون و همین لحظه است که یه ماشین به شکل وحشتناکی بهش میزنه و بچه رو میکشه. حالا میریم به 12 سال بعد. راهبه به اسم چارلوت داره چند تا بچه رو میاره تا به یتیمخونه جدید برن و اونجا زندگی بکنن. این یتیمخونه هم جایی نیست جز خونه همین ساموئل و زن و بچه‌ش. یکی از این یتیم‌ها هم اسمش جنیسه و یه مشکلی داره و پاشو نمیتونه درست حرکت بده. ساموئل هم میاد و بهشون خوش آمد میگه و مشخص میشه که همچنان با همسرش توی این خونه زندگی میکنن. وقتی یه بچه‌ها میگه اتاق خوابتون طبقه بالاست، جنیسه کم به هم میریزه چون نمیتونه از پله‌ها بره بالا. اما ساموئل بهش میگه که خیلی وقت پیش به خاطر مشکل همسرم بدون بالا بر ساختم و بچه ازش استفاده میکنه در حالی که بقیه هم با خوشحالی برایش دست میزنن. میرسه بالای پله‌ها و میبینیم که عقب راه رو یه آدم سفید پوش وایساده. وقتی که جنیس برمیگره نمیتونه ببینتش. بقیه بچه‌ها هم میان بالا و همه میرن اتاق‌ها رو ببینن. یکی از اتاق‌ها خیلی بزرگ و جنیس خیلی ازش خوشش میاد. اما دو تا بچه قلدر دیگه که بزرگتر هم هستن و اسمشون نانسی و کرول نمیذارن که جنیس بیاد باهاشون بمونه. دو تا بچه دیگه رو انتخاب می‌کنن و جنیس و دوستش لیندا مجبور میشن برن به یه اتاق دیگه. جنیس میره سمت یه اتاق دیگه تا اونجا رو ببینه که یه رفیق ساموئل میرسه و دستشو میگیره. میگه به هیچ وجه نباید وارد این اتاق بشید و اصلاً درشو باز نکنید. لیندا جنیس رو صدا می‌کنه و وقتی میره می‌بینه که یه اتاق دیگه پیدا کرده و پر از عروسکه. از این خبر اینجا بخوابن خیلی خوشحال میشن. شارلوت هم تو اتاق خودش مستقر میشه و وقتی بچه‌هاش اجازه میگیرن بهشون میگه که برید بیرون و بازی کنید. همه میرن ولی جنیس که نمیتونه زیاد راه بره میمونه بالا و از پنجره با حسرت به بچه‌ها نگاه میکنه. یه لحظه میبینیم که از پشت سرش آنابل داره سمتش میاد. وقتی جنیس برمیگره کسی اونجا نیست، اما عصاش پشت پاش افتاده و انگار یه نفر گذاشتش اونجا و یکم میترسه. شب میشه و موقع شام خوردن یه رفیق صدای زنگی میاد و میفهمیم که همسر ساموئل وقتی کاریش داره اینطوری صداش میکنه. ساموئل هم میره به اتاق. موقع خواب میرسه و وقتی که بچه‌ها دعا میخونن و میرن بخوابن، بعد از مدتی جنیس صدای پای میشنوه. میاد دم در و میبینه که یه کاغذ از زیر در هل داده میشه تو و توش نوشته پیدام کن. جنیس یکم ترسیده و میاد بیرون. از زیر در اتاقی که درش قفل بود یه کاغذ دیگه میاد و نوشته که این تو. جنیس بی توجه به حرفایی که ساموئل زده بود در رو باز میکنه و میره داخل. اول هیچی نمیبینه ولی متوجه یه کمدی میشه که توجهش رو جلب میکنه. آروم میره سمتش و به راحتی در رو باز میکنه. توی اون همون عروسکی هست که اول فیلم دیدیم ساموئل ساخته بود. یکم جنیس میترسه و سری در رو میبنده و میاد عقب، اما در کمد حالا خود به خود باز میشه. جنیس که ترسیده ملافه‌ای که جلوش رو سری پر میکنه روی عروسک و مخواد بره جلوتر و متوجه نمیشه که عروسک خود به خود انگاری بلند میشه. میره دم پنجره و متوجه میشه که ساموئل داره از بیرون میاد. ساموئل هم میبینندش و برای همین میدوه سمت خونه. برای همین هم میخواد سری بره تو اتاقش، اما همین که برمیگرده بالاخره عروسک رو میبینه که حالا وسط اتاق وایساده و هنوز پارچه روشه. شروع میکنه به قدم زدن سمت جنیس و خیلی ترسیده. کم کم پارچه روی عروسک کنار میره و وقتی که کاملا میفته هیچ چیزی زیرش نیست. جنیس حسابی وحشت زده است، سریع اتاق میدوه بیرون و در پشت سرش بسته میشه. اونم میدوه تو اتاقش و میره زیر پتو. آنابل میاد دنبالش و وقتی میبینه زیر پتو میگه بیناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. جنیس میدوه تو اتاق و زیر پتو قایم میشه. چند لحظه بعد در اتاق باز میشه و ترس بچه خیلی بیشتره. اما فقط ساموئل که اومده بهشون سر بزنه بدون اینکه چیزی بهش بگه میره بیرون. صبح میشه و بعد از روشنی هوا جنیس میره و به شارلوت اعتراف میکنه که شب قبلی چی کار کرده. اونم که فکر میکنه بچه فقط توهم زده بهش میگه که اب نداره ولی کارت اشتباه بوده چون جایی که ساموئل گفته نری رفتی. بعدم در آخر کمکش میکنه که به گناهاش اعتراف کنه و میگه دیگه همچین کاریو انجام نده. این در حالیه که بچه‌ها هم دارن بیرون قایم موشک بازی میکنن و برای اذیت کردن لیندا
لیندا بهش میگه تو برو قایم شو. لیندا میره زیر پله ها و وقتی که قایم شده یه صدای عجیبی میشنوه. وقتی که میره ته اتاقو میبینه همون عروسک وحشتناکی که ساموئل ساخته بود جلوشه. انگار یه نفرم از پشت نگهش داشته. لیندا میترسه و همین که عقب عقب میاد یه رفعه همون نیروی عجیب عروسکو به سمت خودش میکشونه. لیندا وحشت زده از اتاق میپره بیرون و جیغ میزنه. بقیه هم مسخره اش میکنن که بلد نیست تا قایم موشک بازی کنه. یه لحظه میره به اتاق شارلوت و ساموئل اومده که یکی از وسایلش رو درست بکنه. موقع بیرون رفتن متوجه یه قاب عکس میشه و بهش نشون میده و ازش میپرسه اینا کیان. شارلوت هم میگه که این سه تا راهبه دوستای صمیمی بودن و خیلی نزدیک بودن. ساموئل میگه یه نفر دیگه هم ولی تو این عکس هست، توی تاریکی بوده. شارلوت دقت میکنه و میگه آره ولی واقعا نمیدونم کی. اینو داشته باشید برای یکی دیگه از فیلمایی که بعدم معرفی میکنم. شب میشه و بچهای بزرگ دارن زیر پتو بازی میکنن و عدایی که زن ساموئل رو در میارن که همش زنگ میزنه وقتی که کار داره. همین وسط مسخره بازیاشونه که یه دفعه صدای زنگ از اتاق میاد. زنگ پشت هم شنیده میشه و یه دفعه کنار خودشون یه شبح میبینن که داره راه میره. بچه‌ها وحشت زدن و چراغ قوه‌شون هم خاموش روشن میشه. یه دفعه اون آدم ناپدید میشه ولی یه دست صورت یکی از بچه‌ها رو با خودش میگیره و اونا با فریادی پتو رو کنار میزنن ولی هیچ کسی کنارشون نیست. از صدای جیغشون شارلوت به اتاق میاد و بچه‌ها توضیح میدن که چی شده. ساموئل هم سر میرسه و بچه‌ها بهش میگن که زنت اومد ما رو اذیت کرد، ولی ساموئل میگه غیر ممکنه چون زن من چندین سال حتی نمیتونه رو تختش بلند بشه. بعدم صدای زنگ دوباره شنیده میشه و به اتاق میره و بچه‌ها رو ول میکنه. روز بعدی میرسه و ساموئل رفته خرید، بچه‌هام توی حیاط دارن بازی میکنن و یه دفعه صدای زنگ همسر ساموئل شنیده میشه. این بار شارلوت میره بهش سر میزنه و وقتی که میفهمه تشنشه براش آب میبره. جنیس هم که داره برمیگره به اتاقش متوجه میشه و دنبالشون میره تا یواشکی بشنوه. شارلوت و همسر ساموئل با هم صحبت میکنن و زن میگه که دلش برای آنابل تنگ شده و جریان مرگش رو توضیح میده. شارلوت هم میگه که اون تو بهش منتظرتونه و دوباره همون میبینید. جنیس یواشکی از اتاق میاد بیرون و موقع رفتن متوجه عکس آنابل و همون عروسک ترسناک میشه و اون رو با خودش برمیداره. شب شده و وقتی که جنیس میخواد بخوابه اون قاب عکس رو نگاه میکنه و متوجه میشه که چشمای آنابل دارن برق میزنن. یه دفعه صدای پا و صدای گرامافونی که توی اتاق آنابل بوده پخش میشه. خیلی بچه میترسه و میره بهش سر بزنه تا بفهمه چیه. همین که ضبطو قطع میکنه میبینه که دوستش لیندا هم پشت سرش اومده تو اتاق. لیندا بهش میگه ساموئل گفت نیا اینجا، برای چی اومدی؟ جنیس هم توضیح میده که دلیلش چی بوده. لیندا متوجه یه اسباب بازی تفنگ میشه و وقتی برش میداره اتفاقی شلیک میکنه و یه توپ ازش به عروسک وحشتناکی که تو این اتاق شلیک میشه و سرش یکم میچرخه. به حرف زدن ادامه میدن و لیندا هم اهرمو میچرخونه که توپ تفنگ برگرده و وقتی به عروسک نگاه میکنن میبینن سرش به سمتشون دوباره چرخیده. لیندا وحشت زده سریع از اتاق فرار میکنه و جنیس احمق همونجا میمونه. متوجه دفتر خاطرات آنابل میشه و برش میداره. در اتاق پشت سرش بسته میشه. یه دفعه عروسکای خیمه شب بازی اتاق خود به خود حرکت میکنن و چراغ یه دونه خونه عروسکی هم روشن میشه. جنیس میره سمتش و میبینه که انگاری همین اتاق تو شب سازی شده و یه دونه آدم جلوی پنجره وایساده. تو آینه نگاه میکنه و دقیقاً همونجا آنابل واقعی رو میبینه. آنابل روشو به پنجره میکنه و جنیس میپرسه چی میخوای؟ یه دفعه آنابل با قیافه وحشتناک رو میکنه بهش و میگه روح تو رو. کم کم تبدیل به شیطان وحشتناک میشه و یه دفعه پای جنیس رو میگیره و سمت خودش میکشه. جنیس وحشت زده همه سعیش رو میکنه و موفق میشه از اتاق بزنه بیرون، اما همه درها دارن بسته میشن و هیچ راه فراری نداره. میلسه به راه رو مجبور میشه که از پله ها بره پایین. سوار همون پالوبر میشه و همین که داره حرکت میکنه یه دفعه وای میسته و دوباره اونو میبره بالای پله ها. وقتی که میرسه شیطان منتظرشه. جنیس از بالای پله ها پر میشه پایین. سکانس بعدی میبینیم که حالا این بچه کلا پاهاش شکسته و دیگه نمیتونه راه بره و اونو از بیمارستان به یتیمخونه برمیگردونن. وقتی که جنیس و شارلوت تنها میشن بهش جریان شب قبل و اتفاقی که افتاده رو میگه، اما شارلوت زیاد باور نداره. همچنان بهش میگه که شیطان فقط از روح آدمای ضعیف تغذیه میکنه، برای همین انقدر به این چیزا فکر نکن. شب میشه و میبینیم که حالا لیندا متوجه اتاق آنابل میشه و عروسک روی صندلی نشسته. اونم درو باز میکنه اما هیچی روی صندلی نمیبینه. وقتی به اتاقش میره حالا خیلی ترسیده و با همون اسلحه‌ای که برداشته مدام یه توپ توی راهروی تاریک شلیک میکنه که اگه کسی اونجاست بفهمه. این بار که میخواد توپو برگردونه یه رفیق انگار یه نفر از راهرو میگیرتش و تفنگو با قدرت از دستش بیرون میکشه. لیندا میره تو بزرگترین مخفیگاه دنیا، یعنی زیر پتوش، ولی یه رفیق چراغ خاموش میشن و تخت شروع به لرزیدن میکنه. وقتی که همه چیز ساکت میشه از لبه تخت پایین رو نگاه میکنه و میبینه یه رد پای سیاه افتاده. رد پا به تخت پایینیش میرسه و وقتی که نگاهش میکنه میبینه که عروسک آنابل اونجاست و یه دست شیطانی وحشتناک اون رو سمت خودش میکشه. لیندا هم حسابی ترسیده و روشو میکنه به سقف و میریم به روز بعدی. شارلوت جنیس رو میبره توی حیاط که یکم هوا بخوره و خودش برمیگرده تو خونه. یه دفعه یه دست نامرئی جنیس رو میگیره و با خودش به انبار میکشونه و اونم مدام جیغ میکشه و کاری از دستش بر نمیاد. در انبار بسته میشه و ویلچر بچه هم پرت میشه به طرف دیگه ای اتاق. یه دفعه آنابل از طرف دیگه سر میرسه و با ریختن یه ماده مشکی تو دهن جنیس انگاری اونم تسخیرش میکنه.
شارلوت و بقیه بچه‌ها صدای جیغ و میشتم رو به انبار میان، اما حالا جنین سالم روی ویلچرش نشسته و فقط لبخند میزنه. شارلوت یکم خیالش راحت میشه، اما لیندا انگار میفهمه جریان چیه و به آرومی عقب عقب میره. لیندا خیلی تسته و نمیدونه چیکار کنه، برای همین که با ساموئل تنها میشه بهش اعتراف میکنه که چند شب قبلی جنین یواشکی رفت به اتاق آنابل و یه عروسک خیلی ترسناک دید و منم باهاش بودم. ساموئل فریاد میزنه که اصلا نباید به اون عروسک نزدیک بشه و خیلی وحشت زده است. همه بیرونن و ساموئل با برداشتن یه دونه صلیب به آرومی میره توی خونه. صداهای عجیبی میاد و وقتی به پذیرایی میرسه میبینه که عروسک ترسناک پشت میزش نشسته. روی میزم یه کاغذی که نوشته بالاخره پیدات کردم. ساموئل صلیبش بالا میگیره و از پشت سرش جنیس که باید فلج باشه با خیال راحت داره راه میره و سمتش میاد. کم کم به یه موجود شیطانی تبدیل میشه و شروع میکنه به خوندن آهنگ مورد علاقه آنابل توی بچگیش. بعد به شکل دردناکی انگشتای ساموئل از دور صلیب دونه دونه میشکنه و مجبور میشه بندازتش. ساموئل از درد فریاد میکشه و شارلوت که میشنوه میاد توی خونه و با دیدن جنازه ساموئل که حالا صورتش هم سیاه شده واقعا میفهمه که نیروی شیطانی توی خونه است. جنازه ساموئل هم میبرن و دوباره شب میرسه. لیندا وقتی که همه خوابیدن سری میره و عروسک آنابل از اتاقش برمیداره، میدوه بیرون و در حالی که شارلوت هم دنبالش اومده عروسک رو پرت میکنه توی چاه. حالا خیالش راحت شده و شارلوت میگه معلوم نیست چیکار میکنی، برگرد تو اتاق. یه رفعه از داخل چاه صداهای عجیب غریبی میاد. لیندا میره طرفش و همین که داخلش نگاه میکنه شیطان اونو میکشه پایین. شارلوت میدوه و موفق میشه قبل پایین رفتن لیندا اونو بگیره و سری یه سنگ روی چاه میذارن. یه نیروی خیلی قوی انگاری میخواد از اون چاه بیاد بیرون و شارلوت و لیندا هم با فریاد سمت خونه میدوئن. میخوان همه رو بیدار کنن تا از اینجا فرار کنن، اما به جای جنیس که روی مبل خوابیده دوباره عروسکی توی چاه بود ظاهر شده. شارلوت و لیندا خیلی میترسن، با بیدار کردن بقیه ازشون میخوان سری جنیس رو پیدا کنن. شارلوت هم سری میدوه به اتاق همسر ساموئل و با عصبانیت سرش داد میزنه که چی شده، چی به ما نگفتید. اونم تعریف میکنه که وقتی که آنابل مرد من و ساموئل خیلی حالمون بد بود، دعا میکردیم که هر نیرویی هست بچه‌مونو بهمون برگردونه و هر چی بخواد بهش میدیم. بعد از مدتی حس کردیم که آنابل دوباره به خونه برگشته و همه چیز خوب شده بود. برای اینکه این حس دائمی بمونه به روح آنابل راهنمایی کردیم که بره توی این عروسک خودش اونجا حفظ کنه. باز همه چیز بهتر از قبل شده بود تا اینکه یه روز توی آینه عروسک پشت سرم بود و دیدم که یه نیروی شیطانی خیلی وحشتناکه. اون شب با یه دونه انجیل و صلیب به اتاق آنابل رفتم و می‌خواستم اون شیطانو دور کنم، اما همین که می‌خواستم دعامو بخونم یه رفیق بهم حمله کرد و این بلا رو سر چشمم آورد. برای همینه که همیشه یه دونه ماسک عروسک باید بزنم. روز بعدی هم از پدر روحانی ها کمک خواستیم و اونا موفق شدن که منو نجات بدن که بلایی سرم نیاد، ولی هیچ کس نمیدونست که چجوری میشه از این عروسک شیطانو بیرون کرد. برای همینم اونو توی کمد قفل کردیمش و دور تا دورش کتاب های انجیل چسبوندیم که نتونه از اونا فرار بکنه. بعدم برای اینکه گناهامون بخشیده بشه و توبه بکنیم اینجا رو تبدیل کردیم به یتیم خونه و شما اولین ها هستید که به اینجا اومدید. اما خب کارمون اشتباه بود، به خاطر اینکه انگار بالاخره اون شیطان روح خودش رو به دست آورد. این در حالیه که بچه ها هم به اتاق آنابل رفتن و میبینن که جنیس اونجاست و خیلی راحت داره راه میره، انگار هیچ مشکلی نداره. سمت بچه ها میاد و بهشون میگه که وقت اعتراف به گناهاتونه. شارلوت صدای جیغ بچه ها رو میشنوه و میدوه طرفشون. میبینه که یکی از بچه ها رو دستش رد کلی چاقو و میگه که جنیس این کارو با هم کرد. شارلوت هم سریع به پلیس زنگ میزنه و درخواست کمک میکنه. میخوان از خونه برن بیرون، اما صدای زنگ از اتاق همسر ساموئل رو میشنون. وقتی که میرن داخلش میبینن این زن بیچاره نصف شده و بدنش مثل صلیب به دیوار اتاق چسبیده. همه جیغ میزنن، از اتاق فرار میکنن. میخوان لوازمشون رو بردارن که یه دفعه جنیس میاد تو اتاق. شارلوت میره جلوش و شروع میکنه به دعا خوندن، ولی یه دفعه از زمین بلند میشه و به شکل وحشتناکی پرت میشه توی دیوار. همه بچه‌ها جیغ زدن و آشوبه که یه دفعه لیندا هم توسط یه نیروی کشیده میشه توی تاریکی. لیندا وقتی از جاش بلند میشه میبینه که اون وسط راهرو و امید دو تو اتاق شارلوت در رو قفل میکنه. بقیه بچه‌ها هم از اتاق فرار کردن و میرن توی ماشین ساموئل، اما هر کاری میکنن روشن نمیشه. هر باری که استارت میزنن یه دونه مترسک جلوشونه که انگاری حرکت میکنه و از جاش ناپدید میشه. بچه‌ها خیلی میترسن و میدوئن بیرون و میرن سمت یه انبار. یه رفعه چند تاشون وای میستن، ولی یکیشون حواسش نیست و میره داخل. حالا میبینه بقیه به مترسک زور زدن که الان توی انبار ظاهر شده. یه رفعه در انبار بسته میشه، دوتا از لامپا خود به خود میافتن و همه جا تاریکه. مترسک انگاری داره حرکت میکنه. دختر وحشت زده از اونجا سری در میره و یه قسمت دیگه انبار قایم میشه. صداهای ترسناکی میاد و فکر میکنه کارش تمومه، تا اینکه یکی از دوستاش بهش کمک میکنه و از پنجره میره بیرون. میریم پیش لیندا که همچنان داره دست این شیطان فرار میکنه. میرسه به همون اتاق همسر ساموئل و میبینه که جنازه یه رفیق انگاری زنده میشه و میاد دنبالش. میپره توی دونه بالابر دیگه و خودش از تناب بالا میکشه. میخواد یه نفس راحت بکشه که میبینه جنیس وایساده و داره با چاقوی عروسک لیندا رو میترکونه. لیندا خودش جلوی در اتاق آنابل میبینه و میدوه اون تو و توی کمد قایم میشه، اما جنیس سر میرسه و اونو میاره بیرون. میخواد بهش چاقو بزنه که شارلوت سر میرسه. عروسک آنابل رو دست خودش گرفته و میخواد با چاقو بکشتش. جنیس میاد که اون ازش بگیره،
اما شارلوت شروع میکنه به دعا خوندن و یه تسبیح دور گردن جنیس میندازه. بعدم عروسک میده بهش و اونو پرت میکنه توی کمد و سری درشو قفل میکنه. یه کمد دیگه هم پرت میکنه جلوش و حالا همه چراغ خاموش روشن میشن و کل لوازم دارن میلرزن. شارلوت و لیندا با تمام قدرت از خونه فرار میکنن و بیرون میرسن به بقیه بچه‌ها که با ترس به خونه ای زلزلن که همه چراغاش داره میترکه. سکانس بعد میبینه که بالاخره پلیسا سر میرسن. خونه رو میگردن و میرن توی همون کمد. عروسک هنوز اونجاست. اما پوشش سوراخ درست شده و انگار جنیس اونجا فرار کرده. چند روز بعد میبینیم که انگار یه کشیش میاد و خونه رو پاکسازی میکنه. عروسک هم میگه که کارش تموم شده و اونو میده به پلیس که با خودشون ببرن. بچه‌های دیگه هم دنبال گاتیم خونه جدیدن و میریم به طرف دیگه از شهر. جنیس رو میبینیم که هنوز زنده است و حالا توی یتیم خونه جدید اومده. دو نفر اومدن اونو به سرپرستی بگیرن و حالا میفهمم که اسم خودشم گذاشته آنابل. کسایی که اونو میخوان ببرن فامیلیشون هیگینزه. کسایی که توی نسخه اول آنابل دیدیم توسط این دختر به شکل وحشتناکی به قتل رسیدن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همونطور که نسخه قبلی هم گفتم این قسمت آنابل هم یکی از داستانهای زندگی اد و لورن، دو نفری که محقق کلا ماورا و طبیعه بودن و خیلی هم کتابهای بزرگی تو این زمینه نوشتن و حالا یه سری باورشون دارن یه سری هم میگن کلاه بردارن، ولی داستانهایی که دارن و اتفاقایی که افتاده خیلیاشون در آخر به فیلم تبدیل شده و خیلی از آدمها هم تضمین میکنن که واقعا همچین اتفاقات ماورا و طبیعه تو زندگیشون افتاده. یه سری این فیلمها رو باور میکنن یه سری نمیکنن، این کاملا بسته به شماه. منم نمیتونم بگم کدوم درسته کدوم غلط. همونطوری که باز اون موقع هم گفتم نبودن این چیزها توی دنیا یکم دنیا رو کسل کننده میکنه. برای همین به نظر من هیجان و حالا ترس حتی اگه باشه جالب آدم قبولش بکنه. و حالا دیگه نگم از اینکه خیلی کتاب ها نوشته شده، خیلی افراد هستن که به چشم خودشون این چیزا رو تجربه کردن و تو زندگی خودشون دیدن. خیلی اتفاقا افتاده که آدم نمیتونه همینطوری سرسری ازشون بگذره. حتی دانشمندا که دیگه کارشون کلا با علم و اینجور چیزا هم هستش میگن که نمیتونن این چیزا رو رد بکنن، میگن ما هنوز نتونستیم باورشون بکنیم. به خاطر اینکه همه چیز داره به ما میگه که قطعا هزاران هزار زندگی دیگه هم همزمان با ما در جریانه. اگه فرضیه های مثل زندگی موازی مثل جهان های دیگه اگه هر کدوم از اینا ثابت بشن میتونن وجود روح و جن و شیطان و این چیزها رو تاکید بکنن و کلا به ما ثابت بکننشون. به خاطر اینکه وجود این دنیاها یعنی قطعا همچین موجوداتی هم میتونن وجود داشته باشن. حتما نظرتتون رو بنویسید. اگر هم اتفاقی براتون افتاده که وجود این چیزها رو بهتون ثابت کرده حتما برام بنویسید. من همه کامنتاتون رو میخونم، همونایی که خوبن همونایی که انتقاد میکنن و همتون ممنونم که به کانال نظر میدید. همین کامنتای شما باعث شده که ویدیوهای من وایرال بشن و سابسکرایبرام بیشتر میشن. دیگه همین، خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسی.